در حالی که تنها یک روز به پایان ضرب العجل اتحادیه عرب به سوریه باقی مانده، روز جمعه دست کم 11 معترض در شهرهای مختلف این کشور توسط نیروهای امنیتی کشته شدند. به رغم تدابیر امنیتی شدید، هزاران نفر در چندین شهر سوریه پس از اقامه نماز به خیابان‌ها آمدند. تنها در شهر حما 3 نفر در اثر انفجار بمب به قتل رسیدند و بیمه آن می‌رود که جنگ داخلی سوریه را تهدید کند. در همین حال آلن ژوپه وزیر امور خارجه فرانسه که برای دیدار با احمد داوودوغلو همتای ترکش به آمریکا سفر کرده، با تأکید بر افزایش فشارها بر رژیم بشار اسد به قطعنامه‌ای که علیه حکومت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل در حال بررسی است اشاره کرد و گفت به نظرم بهتر است که شورای امنیت هم دخالت کند. بحرانی با ابعاد 3500 کشته و 20000 زندانی که تحت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه قرار می‌گیرند یک بحران عادی نیست و قابل قبول نیست که شورای امنیت مداخله نکند. در همین حال صدها نفر از سوریه‌های مقیم ترکیه در مقابل کنسولگری سوریه در استانبول حاضر شدند و علیه رژیم بشار اسد شعار دادند. برخی از آنها شعارها را با خون خود می‌نوشتند.